آه این که میخورم به رودخونه نبکو. نه نه نگاه کن اینجا باریکو باریک بغل رو بگیر برو. دست شما درد میگن پرسون پرسون برو هندستون. ظاهرا گروه اشتباهی اومده. سپوچ داریم میریم بالا. ها ماشاءالله. عالی عالی درود نشد ماشاءالله ببر کوهستان. رسیدیم محله سعدی. سعدیه این پایین چاه مرتضیه. رسول آقا رفته آلمان گردش آلمان کنه ساعت رادو بیاره دست نوزادش کنه جانم دست نوزادش کنه. درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. این عکسی که قدیمی دیدید از اون مکان دروازه قرآن است که الان سال 1402 هستیم. عکسی که قدیمی دیدید برای دوره قاجار بود، دیگه از اون به بعد بارها تخریب شد، بارها بازسازی شد. از این بازسازی هم که الان میبینید چند سال بیشتر نمیگذره. در آخرین روزای اردیبهشت 1402 شیراز داریم میریم سمت پارک کوهستانی نور که بریم سمت چاه مرتضیعلی و گهواره دید و از این حرفا. ساعت 5 عصر قرارمون بود، من یه 5 دقیقه دیگه کردم زنگ زدم گفتن رفتن. حالا اون دوستایی که میخواستیم با هم بریم، این هم که بوستان خواجه کرمانیه، منم گفتم دیگه بهتون میرسم. بارون دست. تنگه الله اکبر سمت چپمون کوه بابا کوهی است. بعد از چند دقیقه پیاده روی رسیدم اینم از پارک کوهستانی نور، نوشته چاه مرتضیعلی و گهواره دید اینجا در کوه چهل مقام مدفن شده، عارف بوده و به دلیل ویژگی‌های تاریخی هنری در سال 54 ثبت آثار ملی شد. گهواره دیدم همینجاست که در سال 52 ثبت ملی شده.
سلام خانم، خسته نباشید. یه گروه از اینجا رد شدن الان، یه گروه از اون ور رفتن. از این خاکیو پایینه علمون نکرده بود. اما اینا دارن میگم از این بر نرفته باشن. چی؟ آره اون که میخورم به رودخونه نبکو. نه نه نگاه کن یا اینجا تو باریکو باریک بغلو بگیر برو. دست شما در نکنم. متشکر. طوفان هم شد یه جور میخندیدن گفتن شاید سرکارم گذاشتم. خب این هم از اینجا اون جاده هست سنگ فرش شده آسفالت از خاکی. چه رو حالا خوب که پرسیدم. میگن پرسون پرسون برو هندستون. سال 98 بود اگه اشتباه نکنم یه سیل بدجور یه دفعه ایام عید اومد شیراز دروازه قرآن. این مسیر آب خب از تنگه الله اکبر میگذشت، دهه 60 و 70 پرش کردن، آسفالتش کردن، بعد از زیرش انگار کانال آب رد کردن. انقدر این بارونه یهویی و شدید بود دیگه سیل اومد، خیلی هم خسارت به بار داد. اینجا که رد پاشونو میبینم دیدمشون بالاخره اونجا یکم وایسادن. اوه سلام سلام خسته نباشید. درود بر شما. کلمه استوب نوشته از این استوب دیگه بالاتر نبرید این باتوما رو. ببینید میاد بیرون فنرش در میره و دیگه اذیت میشه تا این استوب حتی سر کنه یه مقدار کم به پایین تر. ظاهرن گروه اشتباهی اومدن، مسئولشون های حیدر پناه هستن، گروه کوهنوردی هن، حرفه‌ای کار میکنن. حالا بریم جلو ببینیم تقدیر برامون چی رقم میزنه. خانمی
کردی؟ 47 48 49 50 53 54 54 داریم روز به روز بیشتر میشه. نه امروز 80 تو بودین. بفهم شما جلو بفهم. ببخشید من عادت دارم آخر همه میرم. همینش درست مواظبت هم یه جور یه جوری هستم که مثلا الان وسط هستم مرجوم آقای پیدرخانه داره من تو خودم خیلی هم عالی. به هر حال ببخشید من پشتم بشم. خب نه هنوز یکم تره. چند روز پیش قبرستون دارالسلام آتش سوزی شد. آتش سوزی بد به خاطر همین علف ها و این چیزا که خوش شده بود با یه کبریت و آتش و این چیزا آتش میگیره. سمت ماسوال فکر میکنم سمت گیلان. خب ما مسئول ما های میرزایی بود که نیست. حالا رفتیم توی گروه دیگه. ای جونم با دو چرخی از اینجا رو کن. رسیدیم به جنگل های کاج. شانس ما همه هم با عصا و گفتن یه مسیر هم حالا از سنگ نوردی میکنیم و همه حرفه ای. شما آقای میری هستم. میری؟ چند ساله کوهنوردی میکنی؟ من 50 سال. 50 سال؟ کجا ها رفتیم؟ کل قله های ایران با اجازت زدم. تفتان، دنا، دماوند. دماوند هم رفتیم؟ به به همه قله های ایران از سقز و بانه و سردشت و مریوان و کرمانشاه و از ایران دور بزنه دنا و دماوند و از او را خورم آباد و شهر کرد و بح بح. ایزه و اهواز و کجا رو بگم؟ درود اون وقت از او را از دوباره شمال و رشت و مازندران و تبریز و اینا کجا رو بگم؟ همه اینا رو کنم همه این قله ها رو فتح کرد. خودم هم اصلا نشون ندادم که چکار کسیم کی هست نشون ندادم همه رو میشنست. آقای میری کل گروه ها میشنستم. من کل رکوردم کوه دراک است. اشتباه. آره. میدونی چرا؟ تنوع برای خودت. آره تنوع. الان خودش همین تنوع. بله. یه روز اینجا، یه روز برای کوه، یه روز چون اینجا هستی، یه روز مثلا همینجا که الان داریم، یه روز بابا کوهی، یه روز مثلا آره بابا کوهی هم رفتم. بام سبز. البته سعی که ولی خود تنها نمیکن با کسی آره، باشه حتما. کسی که باید باشه را بلد باشه مثلا با تجربه. من چند روز خب تو راه یه 2 دقیقه استراحت کردیم و دوباره زدیم به جاده. مسیرش آنچنان دشوار نیست. با اینکه شیب کندی داره ولی خوبه.
خب ظاهرا رسیدیم به آسفالت، ولی میگن ظاهرا بیشترش بچه بازی و بازی بوده. از این به بعد سخت میشه. تا حالا اینقدر اومدیم بالا. بابا کوهی اون برم هتل شیراز معلومه، بعدش هم خود شیراز. واو از اینجا بابا بریم بالا. نمیشه از این بر بریم؟ این دوربینه، اسمو پاکت، اسمو پاکت تو. تقریبا یک سوم اون کوه رو رفتیم بالا. برین شما. خب رسیدیم به دو راهی. اینجا میگن اگر که میخواید یکم چالش برانگیز براتون باشه از اینجا برید، مسیر صاف از اینجا. همین هم از این برای جوونی ما جویای نام. شما برید. مسیرهای موفقیت از گامهای اولیه نشأت میگیره. ماشاءالله. ما خودمون هستیم از اون برید. تیمو به هیچ وجه جدا نکن رسول جان. چیزی نیست. سرقدمی آقای اسکری همینه دیگه. نه خوب میده، افتاد جلو و دیگه نگه عقب نمی کنه. ماشاءالله. نه خودی ماشاءالله بانو ماشاءالله. خب با موفقیت رفتیم جلو. مثل قوچ داریم میریم بالا. ها ماشاءالله. عالی عالی. ماشاءالله برو. ماشال ببر کوهستان. خوبه.
خودتون ببینید سرقدم کجا میرید کمی ها یه کمی نگاه سرقدم بکنید دیگه آخر زنگ همه تو یا بیشون یا بیشون خود میبرم تو باز نه نه هم جادو خود مدیر فنی خودش رو بسه رسیدیم محله سعدی بله با کمال می بفهمید ها جلو ماشاءالله بانو بهروز با این میزبان زیبا مرسی از دلش که همون همه یه چیز شانه به شانه اینم فوتبالیستی خانم بهروز فیلم یا عکس از اینجا آقا بل کنیم از اون فنی ماره خانمه تو سفر را میشیم یه عالی بچه ها یواش پسنده خب دوباره مسیر سربالایی داریم جریمه اون یکی بود که تو آسفالت یکم بی‌نظم شدیم خب ساعت 6:40 است تقریبا دیگه داره آفتاب غروب میکنه از اینجا که وارد شدیم اومدیم اون مسیر رودخونه بود که اولش خودم تنها داشتم میمدم بعد اینجا دیگه رسیدیم به گرور گروه این مسیر جنگل کاج اومدیم بالا جاده و دوباره این مسیر خاکی تقریبا 1.5 ساعت طول کشید دیگه حالا خودشون میگفتن این مسیر پیاده رویه حالا اصلا کوهنوردی نیست دمنوش علف لیمو هم آوردم اینا هم شاید یه قلوب رسید به همه دادم چطوری؟ سلامت؟ چه خبر؟
بر فراز کوهستان شمالی شرقی شیراز بنایی زیبایی به چشم می‌خورد که به چاه مرتضی‌علی معروف شده. می‌گویند زمانی زاهدی به نام مرتضی‌علی در آن مقیم و به عبادت مشغول بوده است. این پایین چاه مرتضی‌علیه. اینجا هم بند گذاشتن کسایی که حالا میخوان برن پایین یه دفعه نتونستن. بنای تاریخی چاه مرتضی‌علی شامل چند اتاق و دو انبار آب است و مردم شیراز آن را مکان مقدسی میدانند. آنها اعتقاد دارند که هر کس 40 شب جمعه یا شنبه در آنجا بماند و چله بگیرد، بعد از هفته 40 آرزویش برآورده خواهد شد. خب اینجا هم از چاه مرتضی‌علی که بالاش نشسته بودیم یه چایی، یه دمنوش، یه آبی خوردیم، علومون تازه شد. و به احتمال قوی این مکان آتشگاه یا آتشکده‌ای از زمان ساسانیان بوده است، چون قوس‌های بیضی شکلی که در آن دیده می‌شود و مساله ساختمانی قلب سنگ و گچ و آهک نشانه هایی از سبک ساختمانی آتشکده های آن دوران است. عده‌ای هم معتقدند این بنا محرابه‌ای بر جای مانده از دوران پیش از اسلام در ایران است. خیلی ممنون که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید. غروب آفتاب هم که با هم دیدیم، تقریبا ساعت 7:05 غروب هست. در تپه‌ای که چاه مرتضی در آن قرار دارد، درختی خودنمایی می‌کند. شیرازی‌های قدیم این درخت را درخت آرزوها می‌دانستند. آنها بر این باور بودند که این درخت به افرادی که چله نشینی کردند مراد می‌دهد. دیدم زیر پاها هزاران دل زیبا، تا این سر دنیا، تا آن سر دنیا. دیدم زیر پاها هزاران گل زیبا، تا جون منی مادر، تا حق منی مادر. بی تو گل زردم، تا روح منی مادر. رسول آقا رفته آلمان، گردش آلمان کنه، ساعت رادو بیاره، دست نوزادش کنه، جانم دست نوزادش کنه. این دشک ماله کیه؟ رسول آقا روش نشسته، بازنه شرف میزنه، جانه بازنه شرف میزنه. که باد اومد بارون گرفت، و آب اومد دالون گرفت. باد اومد بارون گرفت، و آب اومد دالون گرفت. سوریا گوین مبارک، کار ما عرضون گرفت. جانه جان کوچه
تنگه؟ بله. عروس تنگه؟ بله. عروس خشنگه؟ بله. دست به زلفش نزنید مرواری بنده ای. بله. بادا بادا مبارک بادا، ان شاء الله مبارک بادا. کوچه پیچه؟ بله. کوچه پیچه؟ بله. عروس کوچیکه؟ بله. دست به زلفش نزنید مرواری پیچه. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. جینگه ساز میارو از بالای شیراز میاد، جینگه ساز میارو از بالای شیراز میاد. شوریا شادی کنید که نوزاده با ناز میاد، نوزاده با ناز میاد. یا مبارک خدا، ایشالا مبارک خدا. شام و گل و پروانه، ایشالا مبارکش باد. شام و گل و پروانه، ایشالا مبارکش باد. اینجا داشت میگه کاکای دومار، کاکای دومار مریضانی سی خبر، کاکای دومار، کاکای دومار مریضانی سی خبر. زن کاکا داره میارن پیش باش دیل تا سر. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. اینجا رو داشته هاد میگه باقای دومار، باقای دومار برارم آماده کن، باقای دومار، باقای دومار برارم آماده کن. عروسا دومار میارن پیش باش قربونی کن. یار مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. این دو شهر باره که یه خیز شده میشیم از دالی بونه، من گدای عشق منتشو میکشم، کعبه من تو خونمه جای دستاش بشونه، این نفسای مادرم گرمی آن شیونمه، تو جون منی مادر، تو عشق منی مادر، بی تو گل زردم، تو روح منی مادر، تو عشق منی مادر، بدا دوره بگردم، بذار دوره بگردم. آرزو دارم تو آدم باشی، من یه خونه تنگ و تاریکم، کاشکی تو بیای چراغم باشی، آی چراغم باشی. هر جا که باشم، هر جا که باشم تو باید باشی، تا زنده باشم میمیرم اگه از تو جداشم، میمیرم اگه با تو نباشم، اگه تاریکم، اگه رویزم، اگه روشنم، اگه بهارم. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم.